سلام و درود هموطنان عزیزم. 31 خرداد 1402، 21 جون 2023، 119 روز تحصن ما بعد از 72 روز اعتصاب قضا و 2 هفته در بیمارستان بستری بودن. امروز روز 269 روز از تحصن هموطنان عزیزمون در وین، آقای نایب هاشم و یارانش است. ما در 119 روز تحصن محکم و استوار با پشتوانه شما مردم، با شما پشتوانه شما بچه های ایران ایستاده ایم در مقابل وزارت خارجه بریتانیا و فریاد شما رو فریاد میکنیم و یک قدم هم که هیچ، یک میلیمتر هم عقب نمی نشینیم. سپاه پاسداران، نهاد جنایتکار و ضد بشری، قاتل بهترین فرزندان ایران باید در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. چند مورد عزیزان. دیروز 1000 تن از پلیس‌های آلبانی به مقر سازمان مجاهدین در تیرانا حمله کردند. یه نفرم از اعضای این سازمان کشته شده. همزمان با این خبر سوء قصد به جان مولوی عبدالحمید و مولانا گرگیج در ایران شنیده شد که با هوشیاری بچه‌های بلوچ این اقدام تروریستی خونسا شد. قرار بود با مواد بیولوژیک این دو عزیز رو به قتل برسونه. از یک سوی دیگه میبینید کوپن وارد اقتصاد جمهوری اسلامی دوباره شد. ببینید این اقدام ها نشانه ای از قوت نیست، نشانه ای از قدرت نیست. اینها همه نشانه ضعف و فروپاشیه. شما خواهید دید به زودی چه اتفاقی برای این رژیم خواهد افتاد. رژیم به آخر خط رسیده. به دانشگاه ها نگاه کنید، به ادامه حمایت ها از بچه های دانشگاه هنر نگاه کنید، به بیانیه ها نگاه کنید. ما فقط باید با هم باشیم، ما باید امیدوار باشیم و برنامه ریزی بکنیم. راهی به غیر از خیابان نداریم، راهی به غیر از پیروزی در این جنگ نداریم. ولی دشمن ما در ضعیفترین حالت خودش قرار گرفته. عزیزان، این موقعیت، موقعیت طلایی است برای ما. ما راهی تا سرنگونی جمهوری اسلامی نمونده و به زودی این رو شاهد خواهیم بود. فقط باید امید داشته باشیم. روز گذشته سالگرد قتل جنایتکارانه ندا بود، ندا آقا سلطان. همه ما ندا رو یادمون، ندا آقا سلطان که آنگونه در کف خیابونها در سال 88 به قتل رسید و نماد مقاومت شد. ما با این همه خون، با این همه هزینه هیچ راهی به غیر از خیابان نداریم. عزیزان، ما محکوم به پیروزی هستیم و باید این راه رو ادامه بدیم. در اینجا اول سپاه رو میزنیم و بعد وارد فاز بعدی مبارزه میشیم. خیابان‌های ایران با شما، بچه‌های ایران. Good morning. 21st of June 2023. Day 119. Of our sit-in protest after 72 days hunger strike and 2 weeks in hospital. We are still here in front of Foreign Office with the same demand as we repeated in past 119 days. We ask our government, we ask our Prime Minister, Mr. Rishi Sunak, to stand strong in front of the terrorists. To place IRGC, Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, where they belong to, on the list of terrorist organizations. As you promised, Mr. Rishi Sunak, before you elected as our Prime Minister, be a man of your own words. You said,
We have to place IRGC on the list of terrorist organizations. We are still waiting, and we will stay here. We will go nowhere until we get this done together for our safety and security here in the UK, to protect our British values of democracy. We have to stand strong in front of these terrorists, because that's the only language they understand. I repeat this again. The only language that they understand is pressure and a strong leadership. They won't understand any other languages. And I stay here. We stay here until we proscribe this terrorist organization, same as Hezbollah. Not just for me, many people do not understand how we can proscribe Hezbollah and not proscribe the godfather of Hezbollah, the creator of Hezbollah, the main supporter of Hezbollah. This is double standard. This is contradiction. Thank you.